به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. حضور اجباری دانش آموزان در مراسم گرامی داشت از اختر محمد منصور در پنشیر. شماری از دانش آموزان 5 مکتب در پنشیر میگویند که طالبان در مکتب هایشان از اختر محمد منصور، رهبر پیشین طالبان، گرامی داشت کرده و این دانش آموزان ناگزیر شدند به گونه اجباری در این مراسم ها اشتراک کنند. به گفته این دانش آموزان، این مراسم ها و حضور اجباریانان در مکتب های خاتم الانبیا، لیسه ذهن ریوت، لیسه مارشال قسیم فهیم و لیسه خنج برگزار شدند. طالبان در اعلامیه های برگزاری مراسم ها در باره یاد بود از رهبر پیشینشان را تایید کردند، اما شماری از دانش آموزان میگویند ناگزیر شدند در آن اشتراک کنند. اختر محمد منصور در روز نخست جوزای 1395 هجری خورشیدی در نتیجه حمله هواپیمای بسرنشین نیروهای آمریکایی در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. او در دور نخست طالبان به حیث مسئول شرکت هوایی آریانا و همچنین وزیر هوانوردی طالبان کار کرده بود. او از افراد نزدیک به ملا محمد عمر، بنیانگذار و رهبر پیشین طالبان به شمار می رفت و پس از مرگ ملا عمر رهبر طالبان شد. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در گفتگو با مرکز مبارزه با تروریسم وست پوینت می گوید تا 3 میلیون طلبه تنها در مدارس دینی پاکستان در حال آموزشند. ضیا سراج گفت قرائت افراطی که توسط مدارس دینی ترویج می شود به زودی در جهان مشکل خلق خواهد کرد. در مصاحبه که به تازگی مرکز مبارزه با تروریسم وست پوینت منتشر کرده، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان تجربیات خود را از 20 سال کار در بخش امنیت افغانستان شریک کرده است. آقای سراج در این مصاحبه هشدار داده، روایت افراطی که مدارس دینی ترویج می کند نه تنها یک مشکل برای افغانستان است، بلکه به زودی شاید خواهیم بود که مشکلاتی را برای بقیه جهان ایجاد خواهد کرد. احمد سعیدی فاطمه گیلانی را بیاب ساخت. کسانی که میگویند بدیل دیگری برای طالبان وجود ندارد، این را باید بدانند که آنها صرف خودشان مستحق چنین رژیمی هستند که حق انسانی و آزادی فردی در آن وجود ندارد. افراد این سرزمین هرگز چنین رژیمی را حتی برای یک لحظه نمیخواهند. طالب انتخاب مردم ما نیست، بلکه بر تقدیر آنها تحمیل شده است. این در حالی است که فاطمه گیلانی گفته بود که طالبان دیگر بدیل ندارند. اما جنبش روزنه آزادی زنان افغانستان در واکنش به نشست آتی دوحه که در آن از طالبان به گونه رسمی دعوت شده، گفته که هر نوع مذاکرات با طالبان محکوم است. مذاکره با گروهی که زیر سلطه آن زنان از ابتدای ترین حقوقشان محروم هستند خیانت است. اعضای این جنبش پرسیدن چگونه با گروه مذاکره میکند که دستش با خون هزاران شخص بیگناه آلوده است. زنان معترض از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری میخواهند که به جای مذاکره، تعامل و رسمیت دهی به طالبان از زنان و مردم آزادی خواه افغانستان حمایت کنند. به باور آنان تعامل با طالبان تایید تروریسم در جهان است. و خبر فوری که تازه به ما رسید، گروه طالبان از حضور در نشست‌های سازمان همکاری شانگهای منع شدند. اختلافات داخلی سازمان همکاری شانگهای مانع حضور گروه طالبان در نشست‌ها شده است. انستیتوت صلح آمریکا در تحلیل تازه اعلام کرده است گروه طالبان به علت اختلافات میان اعضای سازمان همکاری شانگهای در مورد چگونگی حضور آنان به نشست‌های این سازمان دعوت نشدند. فرماندهان ارشد ارتش پاکستان بار دیگر اعلام کردند که دشمنان این کشور با استفاده از خاک افغانستان زیر سلطه طالبان نیروهای امنیتی و مردم بیگناه در داخل پاکستان را مورد حمله قرار می دهند. بخش مطبوعات ارتش پاکستان پنجشنبه در بیانیه اعلام کرده است که فرماندهان ارشد ارتش پاکستان 83مین نشستشان را در مرکز ارتش واقع در شهر راولپندی این کشور برگزار کردند. بر اساس این بیانیه، آنان نگرانی جدی خود را از ادامه حملات از افغانستان و استفاده از شبه نظامیان از خاک این کشور ابراز کردند. همچنان ارتش پاکستان بر شکست قاطع شبه نظامیان تاکید کرده است. تشکر از توجهتان، تا بعد، بدرود.